در فضای فعلی اقدامی که ایران انجام داد اقدام مقابله به مصر بود، دو سازوکارش کنش انتقامی بود، و نکته سوم این که در کشورهای متفاوتی بود عملیات شکل گرفت که این عملیات رو ایران مورد پذیرش قرار داد. فضای فعلی تحلیلی که من دارم منجر به تصاعد بحران نمیشه. اقدامی که ایران انجام داد با این هدف انجام داد که بتونه زمینه رو برای بازدارندگی به وجود بیاره. برخی از اقدامات میتونه ماهیت بازدارنده داشته باشه، اما اقدامات بازدارنده مرز مشترکش برخی از مواقع با اقدامات تهاجمی یا تدافعی خیلی نزدیک میشه. بستگی داره که طرف مقابل چه ادراکی داشته باشه. آقای دکتر، ممنون که تشریف آوردید، وقتتون رو در اختیار اکو ایران قرار دادین. دکتر متقی، اخیراً ایران حملاتی رو به نقاطی در سوریه و پاکستان و عراق انجام داد که به صورت کاملاً علنی این عملیات اعلام شد که توسط ایران صورت گرفته. اما حملاتی که اخیراً علیه ایران، حالا چه داخل کشور چه خارج از کشور، چه توسط اسرائیل چه توسط داعش خراسان صورت می‌گرفت، اعلام، یعنی به خصوص اسرائیل، اعلام نمی‌شد و به نوعی بازی در منطقه خاکستری بود. منظورم به طور مشخص شهادت رسوندن سید رضی موسوی هستش که عملیات که اسرائیل اون عملیات رو رسمی به عهده نگرفت. میخواستم ابتدا شما توضیح بدید که چه اهداف تاکتیکی رو ایران از این عملیات دنبال میکنه. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ایران در منطقه قرار داره که از اون به حوزه آشوب یاد میشه. بله. نظریه پردازانی مثل ساول کوهن اعتقاد دارن که خاورمیانه و جنوب غرب آسیا منطقه کمربند شکننده و حوزه آشوب زده هستش. ویژگی حوزه آشوب زده اینه که بسیاری از بازیگران غیر دولتی، بازیگران هویتی وجود دارند که اینها اقدامات غیر کلاسیک رو به انجام میرسونند. برخی از مواقع هم برخی از بازیگران مثل اسرائیل اقدامات کلاسیک اما در فضای ابهام رو در دستور کار خودشون قرار دادند. در منطقه آشوب زده هر بازیگری ناچاره از معادله قدرت استفاده کنه. ضریب تهدید و ضریب آسیب پذیری امنیتی کشورها در منطقه آشوب زده بسیار بالاست. ایران در این حوزه جغرافیایی و ژئوپلیتیکی قرار داره. به همین دلیل که با تهدیدات بین المللی، تهدیدات منطقه‌ای و تهدیدات فروملی روبرو میشه. خب طبیعی است که دولت‌ها در گام اول باید بازدارندگی رو ایجاد کنند. یعنی اینکه اقداماتی رو انجام بدن که بازیگر گریز از مرکز نتونه وارد معرکه امنیتی یک کشور برای انجام اقدامات ضد امنیتی بشه. در مرحله دوم کشورها باید از سازوکارهای دفاعی و کنش متقابل استفاده بکنند. این دوتا چالش‌های امنیت ملی برای ایران محسوب میشن و حتما باید مقامات امنیت ملی به این موضوعات توجه کنند. ما در مرحله سوم وارد شدیم. مرحله سوم مربوط به زمانیه که اقدامات انتقامی و کنش متقابل برای مقابله با بازیگر تهدید کننده انجام میشه. طبیعی است که اقداماتی که اسرائیل در محیط منطقه‌ای به انجام میرسونه اقدامات خوشه‌ای است. بخش از حوزه های کار رو خود اسرائیلی ها انجام میدن، به همان گونه ای که پایگاه هایی رو علیه حزب الله و در حوزه زینبیه سوریه اسرائیلی ها هدف قرار دادن و برخی از کارگزاران دفاعی و راهبردی ایران و جبهه مقاومت رو به شهادت رسوندن. اقدامات مستقیم تهاجمی است. بخش دیگری از اقداماتی که اسرائیل انجام میده در فضای
کنش ترکیبی است و بازیگران نیابتی چنین اقدامی رو به انجام میرسونن. بازیگران نیابتی ممکنه دارای ایدئولوژی و اهداف حتی متفاوتی با اسرائیلیا باشن، اما مدیریت امنیت ملی در فضای آشوب زده به این موضوع اشاره میکنه که تو چگونه باید اقداماتی رو انجام بدی و از چه بازیگرانی استفاده بکنی که کمترین هزینه امنیتی رو برای تو داشته باشه. بنابراین اسرائیل و بازیگران نیابتی اسرائیل به عنوان کارگزار کنش امنیتی علیه ایران بودند. ایران سوژه‌های کلی رو هدف قرار گرفت، قرار داد. عموماً قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران بزرگ در سیاست جهانی از سازوکارهای اقدام انتقامی بهره می‌گیرند. آنچه که ایران انجام داد در عربستان، در عراق و همچنین در پاکستان، عراق و سوریه اقدامی بود که ما می‌تونیم اون رو در چارچوب حقوق بین‌الملل و در قالب اقدامات انتقامی نامگذاری بکنیم. خب طبیعی است که این بازیگران زمینه لازم برای رشد و کنشگری گروه‌هایی رو به وجود آوردن که اقدامات تهاجمی علیه ایران شکل گرفته. طبیعی است که یا باید با گروه‌های گریز از مرکزی که در کشور خودشون فعال هستند اقدام به قول معروف امنیتی انجام بدن، و یا اگر خودشون نتونستند این اقدام رو میتونه یک بازیگر دیگری به انجام برسونه. بنابراین در فضای فعلی اقدامی که ایران انجام داد اقدام مقابله به مصر بود، دو سازوکارش کنش انتقامی بود، و نکته سوم این که در کشورهای متفاوتی بود عملیات شکل گرفت که این عملیات رو ایران مورد پذیرش قرار داد. در حالی که خیلی از اقداماتی که اسرائیل در منطقه به انجام میرسونه مورد پذیرش قرار نمیده. اون مسئله نشون میده که طبعا ایران میخواد بازی پنهانی اسرائیل رو رو بکنه و بگه که چه اقدامی در برابر چه عملیاتی از سوی اسرائیلی ها انجام گرفته. بنابراین نوع عملیات یک عملیات انتقامی است که مهم. عملیات انتقامی در منشور ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفته، اما ارزش امنیتیش و راهبردیش از اقدامات بازدارنده و دفاع همزمان بسیار کمتری. بله آقای دکتر، اشاره کردید که تو سه تا کشور این عملیات ها صورت گرفت. دلیل وسعت این عملیات ها چی بود؟ چرا اینقدر گسترده بود؟ وضعیتی که در محیط آشوب زده وجود داره اینه که تهدیدات ماهیت خوشه ای داره. بله. تهدیدات خوشه ای رو شما میتونید یه بخششو در عراق ببینید که گروه های فعالند، در سوریه و پاکستان. هر سه این کشورها به لحاظ تقسیم بندی کشورها در سیاست بین الملل در وضعیت ویک استیت قرار دارند، دولت‌های ضعیف. ویک استیت به دولت‌های اطلاق میشه که از اقتدار لازم برای کنترل همه جانبه امور داخلی برخوردار نیستند. بله. وقتی که کشوری نتونه ضرورت‌های امنیت بین الملل رو در داخل کشور خودش مورد توجه قرار بده، طبیعی است که بازیگری که در محیط پیرامون قرار داره و از اقدامات انتقامی میخواد بهره بگیره در اون شرایط اون کشور در معرض تهدید قرار میگیره و به نوعی حاکمیتش نقض میشه. اما در فضای امنیت منطقی و بین المللی این درخواست رو کشوری مثل ایران داره که نیروها، بازیگران و کارگزاران آشوب ساز رو
به نوعی محدود کنه و باهاشون مقابله کنه. اگر یک بازیگر نتونست اقدامات تأمینی در کشور خودش به انجام برسونه، این حق کشوری هستش که در معرض تهدید و کنش تهاجمی قرار گرفته، برای این که از اقدامات متقابل، اقدام تدافعی و یا کنش انتقامی بهره‌مند بشه. ایران از سازوکارهای کنش انتقامی بهره گرفت. بله. آقای دکتر، یکی از بخشی از حملات موشکی ایران علیه ادلب از خوزستان صورت گرفت که فاصله زیادی داره تا ادلب. دلیل انتخاب خوزستان برای انجام این عملیات چی بود؟ کلن عملیاتی که ایران انجام داد علیه سه بازیگر منطقه‌ای که از درون اونها اقدامات تهدیدآمیز ضد امنیتی علیه ایران شکل گرفته بود، در این قالب انجام شد که توانایی‌های ایران منعکس بشه. می‌دونید که یکی از الگوهای کنش بازیگران نمایش قدرته. بله. نمایش قدرت در این قالب انجام میشه که ما از قابلیت لازم برای انجام اقدامات مشابه علیه بازیگران آشوب‌ساز دیگری که امنیت ملی ایران رو نادیده بگیرند برخورد داریم. اما این که چرا موقعیت A زده میشه و موقعیت B, C و D مورد کنش عملیاتی قرار نمیگیره، این رو ضرورت‌های راهبردی مشخص میکنه. به عبارت دیگه، بهره‌گیری از موشک خیبر یک نوع اقدام هشدار دهنده محسوب میشه برای اسرائیل، چون اسرائیل در فضای مربوط به بحران غزه از سازوکارهای تصاعد بحران بهره گرفت. همزمان هم اهدافی رو علیه حزب الله، اهدافی رو علیه ایران و همچنین حماس مورد تهاجم قرار داد. طبیعی است که حزب الله و ایران از کنش متقابل برای امنیت سازی در آینده خودشون بهره بگیرن. اقدام ایران یک نوع نمایش قدرت هست برای این که اسرائیل به این موضوع واقف باشه که ایران از قابلیت لازم برای انجام اقدامات پرشدت برخورداره. اما محیطی رو که هدف قرار داد، محیطی بود که مربوط به گروه های تکفیری بود که سالهای سال منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا رو در وضعیت آشوب و بحران قرار دادند. آقای دکتر، سوال آخرم این که بعد از این حملات موشکی و تحولاتی که اتفاق افتاده، فکر میکنید که این سمت و سوی تحولات منطقه‌ای و در واقع اتفاقات بین ایران و اسرائیل به چه سمتی بره؟ تحلیلی که من دارم این هستش که فرایند موجود معطوف به تصاعد بحرانه. بله. یعنی اسرائیلی ها از ابزارها و اقدامات و سیاست هایی بهره میگیرن که منطقه رو در فضای آشوب زده مضاعف قرار بدن. خب ایران در این شرایط دو تا اقدام میتونه انجام بده. یک اقدام این هستش که در برابر کنش اسرائیل از سازوکارهای اقدام متقابل و هشدار دهنده بهره نگیره. و اقدام دومش این هستش که از عملیات و سازوکارهایی استفاده بکنه که منابع اسرائیلی رو، منافع اسرائیل رو و استیشن های اسرائیل رو، ایستگاه های امنیتیش رو هدف قرار بده. بله. به همون گونه ای که اسرائیل ایستگاه امنیتی ایران رو در سوریه هدف قرار میده، خب طبیعی است که ایران که در وضعیت تعارض با اسرائیل قرار داره و به نوعی ایستگاه امنیتیش مورد هدف قرار میگیره، از اقدام متقابل استفاده بکنه. در فضای آشوب زده عموما بازیگران تلاش میکنن که از سازوکارهای قدرت استفاده بکنن، چون در فضای ابهام و آشوب بازیگران رقیب فقط معنای قدرت رو درک میکنن. شاید
بهره‌گیری از سازوکارهای دیپلماتیک به گونه گسترده به قول مرشایمر طرف مقابل احساس کنه که تو یا ابزار قدرت رو نداری یا اراده قدرت رو نداری و یا راهبرد اون رو در دستور کار قرار ندادی. بله آقای دکتر، ممکنه فقط یه نکته، این تنش‌ها تو این فضای آشوب زده گسترده تر بشه و حالا یک جنگ مستقیمی بین ایران و اسرائیل در بگیره، یا اون جنگی که الان هستش بین اسرائیل و فلسطین، یا اون بحثی که بین حوثی‌ها و آمریکا هست گسترش پیدا بکنه؟ تحلیلی که من دارم اینه که برخی از اقدامات میتونه ماهیت بازدارنده داشته باشه. بله. اما اقدامات بازدارنده مرز مشترکش برخی از مواقع با اقدامات تهاجمی یا تدافعی خیلی نزدیک میشه. بستگی داره که طرف مقابل چه ادراکی داشته باشه. ما در ادبیاتمون داریم که میگیم برخی از مواقع مرز بین حق و باطل خیلی نزدیک میشه که بله. ما نمیتونیم درک کنیم چه جریانی، چه کنشی ماهیت حق داره و چه وضعیتی ماهیت باطل. فضای فعلی، تحلیلی که من دارم، منجر به تصاعد بحران نمیشه. اقدامی که ایران انجام داد با این هدف انجام داد که بتونه زمینه رو برای بازدارندگی به وجود بیاره. گروه هایی که اقداماتی رو قبلا انجام دادن که انجام گرفته. خب تو این شرایط شما چه باید بکنی؟ شما طبعا ناچاری که نمایش قدرت رو در دستور کار قرار بدی. نمایش قدرت متناسب با ابزارها و قابلیت‌هایی است که میتونی اون رو در فضای بین المللی منعکس کنی و برای نظام جهانی قابل درک باشه. بله. خیلی ممنونم آقای دکتر، محبت کردید، وقت گذاشتید.